حالا از شوخی گذشته، خب خوشبختانه پانل قبلی انقدر به انتخابات آزاد پرداخت که بار رو از دوش ما برداشت. ببینید دوستان، من 3-4 نکته رو میگم بعد بقیه رو به بحث آزاد میزنیم. اولا انتخابات آزاد به عنوان یک جنبش مطالباتی با انتخابات آزاد یک گزار تفاوت اساسی دارد. انتخابات آزاد به معنی جنبش مطالباتی تلاشی است برای دموکراتیزاسیون یک نظام در درون خودش. انتخابات آزاد به معنی استراتژی گذار، یکی از استراتژی‌های شناخته شده جهانی برای گذار از نظام‌های ابسولوتیست، توتالیتر و استبدادی به دموکراسی است. و از سال 1974 تا کنون از 120 دموکراسی که در دنیا به وجود اومده، اغلبشون یا مستقیم یا غیر مستقیم از این استراتژی استفاده کردن. بنابراین چیزی است جا افتاده، شناخته شده، امتحان خودش رو پس داده و موفق. و با وجود همه اشتراکاتی که با انتخابات آزاد به معنی یک جنبش مطالباتی داره، تفاوت‌های بارزی هم داره. از جمله این تفاوت‌ها اینه که انتخابات آزاد به معنی جنبش مطالباتی پای فشاریش بر قانونی بودن بر اساس قوانین موجود داخل کشور. استراتژی انتخابات آزاد قانونی است با اتکا به کنوانسیون‌های بین المللی که همین نظام امضا کرد و اون هم مبارزه قانونی است، منتها به یک قسمت دیگه از قوانین می‌پردازد. برای اینکه اصل تداوم قراردادها هر دولتی رو موظف میکنه که در ردیف قوانین خودش همه کنوانسیون های بین المللی رو بشمارد و به اون احترام بگذاره و پابند اون باشه. این یک ترجیح بلا مرجعه که اصلاح طلبان به قانون اساسی در داخل و قوانین انتخابات میخوان وفادار بمونن، ولی به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی انضمامی حقوق بشر که ایران امضا کرده و قرارداد بین المجالس 94 که جمهوری اسلامی امضا کرده و استانداردهای بین المللی یک انتخابات آزاد و پذیرفته وفادار نباشه. ما می توانیم به قسمتی وفادار باشیم که در سطح بین المللی با توجه به استانداردهای جهانی یک انتخابات آزاد رو مقبول می کنه. این یک. دو، سه پایه مهم دیالوگ ملی، انتخابات، استراتژی انتخابات آزاد و جنبش مدنی یا مقاومت مدنی، سه کار غیر قابل تفکیک یک پروژه مهم گذار هست. همونطور که آقای علوی هم به درستی گفت، انتخابات آزاد فقط یک استراتژی نیست، در کنارش دیالوگ ملی و مقاومت مدنی هم هست. فرقش اینه که همه جنبش های مطالباتی که در مقاومت مدنی هستن اینتگراتیو نیستن، اینا جامعه رو باز میکنن، پلورالیستی هم. تنها خواستی که جامعه رو اینتگره میکنه بر سر انتخابات، بر سر صندوق رای، انتخابات آزاد. و ما احتیاج به وحدت بیشترین در مقابل کمترین با تمرکز بر روی یک استراتژی خاص بر روی صندوق رأی داریم، مانند ذره‌بینی که متمرکز میشه تا بتونه بسوزونه. بنابراین همه خواستای مدنی باید در استخدام و در خدمت یک استراتژی مرکزی قرار بگیره تا اینکه بتونه اونو مؤثر بکنه، وگرنه جامعه رو تیکه تیکه و در مقابل هم قرار میده در یک رژیم توتالیتر. جنبش زنان بسیار خوب اونها رو آزاد خواهد کرد، ولی جنبش زنان در مقابل مردسالارانی قرار داره که نمیگذاره جلو برن. جنبش زنان تحقق خودش رو در یک انتخابات آزاد موقعی که یک رئیس جمهور زن رو بتونه انتخاب بکنه پیدا میکنه. جنبش ملی موقعی میتواند به خواستهای خودش برسه که بتواند نماینده خودشو در اون پارلمان بفرسته، قوانین رو عوض کنه. اگر ما همه میخواییم در درون یک مملکت زندگی کنیم که ظاهرم میخواییم، چون همه نمایندگان قومیت ها اینجا، آیا راهی دیگر جز تمسک به یک
قانون اساسی مدرن که همه با هم بنویسیم داریم؟ آیا راه دیگر جز این که در یک انتخابات نماینده های ما برن و در قانون در نوشتن قانون اساسی جدید شرکت کنن داریم؟ اگر بخوایم از توپ و تفنگ و میدان جنگ استفاده نکنیم. بنابراین هر نوعی که فکر بکنید در این 5 دقیقه بیشتر از این وقت نیست، به خصوص که خانم نوشابه امیری هم خیلی دقیقه ای به من چپ چپ نگاه می‌کنه. بنابراین من همینجا صحبتمو بس می‌کنم و به بحث‌ها واگذار می‌کنم. متأسفانه جمعیتتون هی عوض میشه، خب بحث‌ها هی نوعه. امیدوارم گروه‌های کاری تشکیل بدیم و کلاس‌های کارسازی بگذاریم که گفتمان انتخابات آزاد رو استاندارد دارای منطق درونی و منسجم بکنه، به طوری که هر کدوم از ما هم میاییم میشینیم در کل با وجود تولرانس های فکری همون حرف رو بزنیم که دیگران میزنن و فضای سیاسی رو گیجش نکنیم. خیلی ممنون. خب آقای شهید مداری، نکاتی که مطرح کردن واقعا خودش برای بازتر شدنش باید باز هم بحث کرد، یعنی همون کاری که فرمودن در کارگاه ها باید بکنیم. من یک نقطه مرکزی حرفشون رو میخوام بگیرم و صحبت رو منتقل کنم به آقای شهرآهی تا ایشون هم نظرشون رو بگن، زمینی که البته اون بخش صحبت خودشون هم حتما گفته میشه. و اون که در واقع آقای شهید مداری میفرمایند که حالا یه جنبش ملی یا انتخابات یا هر چیزی نمیتونه به خواستای خودش برسه وقتی که قوانین رو تغییر بده، یعنی انتخابات آزاد قاعدتا با این معیار نمیتونه برگزار بشه وقتی که مجریش خودش ناقض آزادی انتخاباته. خب این یک روند تازه است که یک قواعد تازه میطلبه. برای این چه باید کرد؟ برای همین میسپرم به آقای شهریارایی. جناب شهریار برای صحبت کردن که استراتژی انتخابات آزاد را در یه لحظه که انتخابات باشه صحبت نمی کنم. این استراتژی مهمه، اهمیتش هم برای اینکه پارادوکس هایی رو که الان مانع نزدیکی همگرایی اپوزیسیون هست رو از بین میبره. حالا فرصت یا بیشتر باشه من دونه دونه پارادوکس ها رو که ناشی از تحلیل های غلط هست در بحث عرض کنم. اما در 5 دقیقه که دارم بپردازم به تیچ که دیالوگ ملی، انتخابات آزاد و همگرایی اپوزیسیون هست، ارتباط اینا رو بگم. در نشست اولی که ما در استکهلم داشتیم، سازمان ایده‌آر که تنها کاری که میکنه پشتیبانی از انتخابات آزاد همه جای دنیا هست، آمد یک کتابی رو آورد برای ما، 50 جلد کتاب که در این کارهای تجربی و میدانی اینا در آمده، شابهتش این بود که انتخابات آزاد مساوی با دموکراسی نیست. یعنی ما انتخابات آزادی داریم که روز بعد از انتخابات واقعا آزاد میزان مشروعیت نظام کمتر بوده تا روز قبل از انتخابات، مثل انتخابات اول عراق. دلیلش این هست که تنش‌هایی وجود داره که با یه انتخابات آزاد از بین نمیره و فقط با یه توافق از راه دیالوگ ملی میان نخبگان کشور از بین میره. اهمیت دیالوگ ملی این که مقدم جامعه بر انتخابات آزاد اینه و اون دیالوگ صورت نمیگیره مگر اینکه یه مینیمومی از همگرایی وجود داشته باشه. دوستان آقای سازگارا و آقای علوی به بیانی بسیار قوی‌تر از من لزوم اتحاد و همگرایی اپوزیسیون رو یادآور شدن. من جنبه سلبیش رو بگم اگه نشه چی میشه؟ اگه صدای ناهنجاری از میان نخبگان در بیاد در شرایطی که مردم ایران درش قرار گرفتن، در این استیصال، در این فقر، در این بیکاری شبیه پیشترآمدهای فاشیسم در آلمان در سال 1920 و بیزار بشن، یه توده‌ای که بیشکل شده برای که تمام ساختاراش رو یه نظام توتالیتر جدیده انداخت به دور، تهمه فاشیسم میشه و اون آینده ایست به مراتب بدتر شرایط امروز. دینی رو که نخبگان ادعا نکردن 30 سال پیش که به مردم توضیح بدن که حاکمیت الهی را نمیشه تحکیل کرد با حاکمیت مردمی، امروز با صدای واقع باید دو مرتبه بگیم. حالا من راجع به موانع این دیالوگ ملی را میگیم باید دیالوگ ملی داشت به یه دلیل صورت نمیگیره با دلایل چی فرصت باشه بیشتر
میپردازم. بعضی از این ها روی تئوری حاکمیت هست، با همه توافق ندارن رو حاکمیت رو مرد کنم. اونا اصلا باشون نمیشه صحبت کرد. راجع به اختلاف نظر راجع به حکومت همیشه میشه صحبت کرد، با همه میشه صحبت کرد. ولی اختلاف نظر روی حاکمیت یعنی sovereignty، یعنی بالاترین مرجع تصمیم گیری وجود داشته باشه بحثی نیست، چون مرجع مشترک نداره. بعضی اختلافات تاریخیه، بعضی افکار منجمد شدن در یه لحظه‌ای در تاریخ و نمیتونی اینا رو جلوتر از اون بیاری. میخواد برگردم به روز قبل از 28 مرداد یا قبل از بهمن 57 یا قبل از فلان روز یا فلان روز. همینجوری با این تاکتیکای بریدن سالامی نظام توتالیتر که همیشه انجام میده تیکه تیکه جدا شدن هر کدومشون، اینا رو باید ذوب کرد. بعضی از اشکالات ذهنی و ساختاریه، دیدی که دارن از دیالوگ ملی دید ائتلافی چند تا از درست می‌کنیم ما دیگه ائتلاف می‌کنیم. در حالی دیده باشین ما توی استکهلم، بروکسل، پراگ اصلا صحبت حزب و سازمان سیاسی رو نمی‌کنیم، رأی نمی‌گیریم که اقلیت تابع اکثریت باشه. یک نوع ساختار ولی داره، اون نوع ساختار جدید هست که می‌تونه پل بزنه با اون مشکل ذهنی رو حل کنه. و یه مقداری از مشکلات هم روی اختلاف در تحلیل‌ها هست. خب بعضیا آخر این فصل رو جایی که کتاب ورق می‌خوره رو یک انفجار می‌بینن. برمی‌گردن به بهمن 57. یه عده یه چیز تدریجی می‌بینن. فرق اصلاح طلب‌ها و انحلال طلب‌ها اینه. اینا رو باید یادآور کرد که این دوگانه‌ها، این نوع دوگانه‌هایی که می‌سازیم، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، نمی‌دونم اصلاح طلب، انحلال طلب، این دوگانه‌ها سه تربند هستن. بزرگترین گیرهای فکری ما هستن و هر کدومشون دچار یه پارادوکسی هستن و همین پارادوکس هست که ما رو میبره هدایت کنه به سوی استراتژی انتخابات آزاد. کلام خلاصه میکنم. خیلی بزرگم. میرن به آقای فریدون احمدی. با بهره‌گیری از این جمله‌ای که آقای آقایی فرمودن که دیالوگ ملی در واقع مقدم بر انتخابات آزاده، اگر فکر کنیم که این دیالوگ ملی فقط بین نخبگان باید در بگیره یا بین مردمان در بگیره، به نظر میرسه که این دیالوگ یک بار از جریان انتخابات 1388 در ایران در گرفته. مردم در قالب جنبش سبز آمدن تو خیابون و راهپیمایی سکوت هم برگزار کردن و گفتن رأی من کو. یعنی دیالوگ هیچ کس هم از هیچ کس نپرسید که تو به کدوم خط یا دیدگاه سیاسی تعلق داری. خب این بین مردمان ما در گرفته، حالا بین نخبگان ما این دیالوگ ملی آیا باید با اتکا گرفتن از این ویژگی ها و این مختصات داخل ملت و داخل کشور باشه یا چیزی باید به اون افزود و اگر قرار از این چه جور و چه شکلی باید داشته باشه؟ خوشبختانه صحبتهای من آقای شریعت مداری کردم، منظورم این بخش سلام و احوال پرسی شد. من خیلی بکنم دیالوگ ملی به هر حال ما رو اون بخشی صحبت بکنیم که ما میتونیم به طور جدی روش نقش داشته باشیم، تاثیرگذار باشیم و فکر میکنم قول چالش ها و تنش های اجتماعی که در ایران وجود داره با این دیالوگ رو سعی کنیم سازمان بدیم، سازمان بدیم و به تفاهم برسیم پیش از آن که شعور رفت بربندد و شعور و شعار دانشی میشه. و یکی از مهمهای من هم اینه که مثلا روی یکی از شکاف های جدی اجتماعی که ما داریم در ایران مسئله قومی ملی که پنل بعدی ما رو شکل میده، خب تفاوت نظرهای جدی هست. در بشه کلمه سلاح ما با هم تفاهم کنیم، صحبت کنیم با تلاش به این که به سمت بسیار توافق های جدی و روشنی سیر رو کنیم، نه اینکه در این نشست داریم همین تلاش همه‌جانبه رو برای اینکه دیالوگ رو به یک جایی برسونیم. توی این سه بسیار عنوان و راستایی که عنوان این پنل رو تشکیل میده، دیالوگ ملی، انتخابات آزاد و تبراهای بسیار عملی همگرایی نیروهای اپوزیسیون، من فکر میکنم بهتر اینه که یک گام بریم جلوتر
و به برخی سوالات مشخصی که از این کنفرانس میشه، از این انتظاراتی که میشه پاسخ بدید. این که آیا ما خوب کنفرانس میگذاریم سه تایی سه بانیشه خوب چی؟ برنامه هم هست که کنفرانس برگی بونم به نام استوکان دو آخرین مثلا یعنی سلسله باشه، بخوام به کجا برسیم، چه بساط هدف عملی روشنی داریم، یا یعنی اینکه این انتقاد درست که گفته میشه که خب خیلی دستاورد جدیه، فکر به این گستردگی اصلا نظر اپوزیسیون دور خودش جمع میشه گرد هم نیم، ولی میرن سه ماه خوابن خاکنن نمودی ندارن، ولی دوباره بعدش سه ماه یک کنفرانس دیگه. چه بکنیم که این مشکل رو حل بکنیم؟ واقعیت اینه که ما سیر شکلی این حرکت خب سیری از بالاست، از بالا بوده، جمعی چهار پنج نفر جمع شدن، جمعی شده 18 نفر، بحث کردن، کار کردن، محورهای فکری، نظری، سیاسی، استراتژیکش رو تا اونجایی که نیشده صحبتهایی پشن و هم نقش تره نقشه رفتن و رفتن اجرایش کردن، این رو گسترش دادن. حالا ما چگونه پیش بریم که مشارکت جمعی رو تبدیل کنیم؟ این جمعی که الان 120 نفر یک جمع شده و سرمایه جدیه همینطور رها نشه و به گام جدی در همین راستا ها برداریم، جلو بریم. و من اگر باز پرسش دوده ادامه بدیم چالش های جدی که این زمینه ما داریم و همین زمینه تامین خود همین تامین مشارکت، یکیش کارگاه هاست. فکر کردیم این ورکشاپ ها رو درست در مبنای نیازهای جدی که این حرکت داره سازمان بدیم، بحث های واقعا نه اینکه بحث کرده باشیم، منتج یا معطوف به اتخاذ نتیجه بکنیم و از نیروی مادی با کیفیت پرتوان برای حرکت و همه این عرصه به حساب پیش ببریم. ما احتیاج داریم که صدامون در همه رسانه های غربی، رسانه های ایران بازتاب پیدا بکنه. به اعمال یک سکل سیاسی که داره شکل میگیره، حالا رو اهدافش اینا وقتی صحبت بکنیم، چگونه خودش رو نشون بده، چگونه میتونه رابطش رو به داخل کشور با دخولان سیاسی داخل کشور هم از نظر گفتمانی هم از نظر تأمین رابطه متقابل مسئولیت و اعتبار و اخلاقی هم ارزشی کردن راستاها با داخل و خواهرین کنشگران اشکال مختلف تأمین بکنه. ما که نمیخوام یک کمی جدا از مردم داخل باشیم، اون دعوای داخل و خارج رو که مصنوعاً دامن میزنه ما بهش تن بدیم و باید این رو حل بکنیم که بتونیم هم اطمینان داخل داشته باشیم هم اتکای داخل داشته باشیم متقابلا. این رو چگونه بتونیم عملی اجرایش بکنیم؟ نتایج این داریم هم بحث کنیم و تقسیم کار بکنیم. این که چگونه بتونیم آخرین جمله‌مو بگم، سکوت چند ماهه رو یا عدم نمود بیرونیمون رو اندوکنی، گروه های کار برگزاری سمینارها، جلسات، نمیدونم اینها در تمام اروپا، در آمریکا داشته باشیم، از همه مجموعه نیروها دعوت کنیم، این تکثیر کنیم این تجمع ها رو و نیروهای معینی داشته باشیم که این رو سازمان میدن، هدایت میکنن و پیش میبرن. خیلی ممنونم.